گاهی یاد میکرد که عموماً در جامعه ما اینها به صورت فاجعه شده اند. فاجعه. خودش میگفت من از فرزندانم راضی هستم، من ضعیف و ناتوانم، اما فرزندانم بر من منت میذارن و مشکلات زندگی من بر دوش اونها هست. خوشا به حال اون فرزندی که پدر را در زیر چادر رحمت خودش قرار داده، در حالی که این پدر اون را بزرگ کرده هست. اما گاهی ما میبینیم و میشنویم انسان ها وقتی ضعیف و ناتوان میشن و جوان ها برومند و با قدرت میشن، پدر را رها میکنن، مادر را رها میکنن و یا عشق پدر را در میارن یا عشق مادر را در میارن، رفاه و آسایش را از والدین میگیرن. این فرزندان بدانن که اینها به این صورت زندگی خود را دارن تباه میکنند. پدر و مادر در حقیقت دو گوهرن که در دنیا بدل و عوض ندارن. اینها را الله تعالی به فرزندان عنایت کرده. وجود پدر و مادر پر از مهر و محبت، پر از شفقت و مهربانی و دلسوزی هست. در دنیا کسی نمیتوانه شفقت پدر و مادر را برای فرزندی بازی کند الا ماشاءالله، چون خدا دادی هست. کسی که تصنع میکند با اون که نعمتی داره با هم فرق میکنه. و من به جوانان توصیه میکنم که به گونه ای با پدران و مادران خود رفتار کنید که وقتی از این دنیا میرن از شما راضی باشند و شما هم بر این که خدمت کرده اید خوشحال باشید. دیدم جوانانی را که حتی مادر را به گونه این خدمت میکنن که دختر اون اندازه نمیتواند مادر را خدمت کند. جوانان عزیز، این دو نعمت هم اینها را داشته باشید و قدرشان کنید.